صحبت بکنه. آقای صد با شما هستیم فعلا. یک پیروزی شیرین به دلیل اینکه خوب بازی کردیم. بدون اغراق نیمه دوم به ما تعلق داشت، نیمه ای که پس از تساوی 1-1 رقم خورد. من نمایی که از این بازی یادم بود نمایی از سیدکا بود که یه لحظه نشون دادن خب اون تکبری که داشت ریخ واقعا ورزشین اطوارا ادا رو نداره. دنبال این تکبر سیدکا بود مثل اینکه شکست خورد. آخه واقعا ورزش باید خیلی و اونم مایی که یه مقدار متواضعانه تر باید باشه. اما در مورد تیم حقیقت اینه موقعی که ترکیب اعلام شد با دوستان که صحبت می‌کردیم موبعلی جای نوری ما تا حدی تعجب کردیم، ولی موبعلی یکی از بهترین بازیکنان نیمه دوم بود، اون ضربه رو زد، اون گل رو زد، بنابراین فوق‌العاده بود. تعویض خلفبری با شجاعی یک تعویض بسیار ایدئال بود، گردش توپ رو در خط حمله برای ما بیشتر کرد، همون چیزی رو که صحبت کردیم، یعنی توپ جریان فراوانی داشته باشه، خط مدافعین حریف رو سرگیجه بندازه و خلطبری فوق‌العاده بازی کرد. و در نهایت تصور میکنم که حالا با این پیروزی، این بازگشت مثبت گرایانه ای که انتظار داشتیم، اون انرژی مثبت، شاید اون شکوفایی رو که انتظار داشتیم، تیمی که میخواد روی کرده متفاوتی رو داشته باشه. حالا ما سه امتیازی شدیم، حالا عراق رو به جنگ امارات و کره شمالی فرستادیم و طبعا بازی بعد الان اون مساوی اول حالا به سود ما، به سود ما و طبعا باید خوشیارانه با کره روبرو بشیم انشالله که این اتفاق خواهد افتاد. آقای فنایی چون میخواییم با تصاویر با شما صحبت کنیم، در ارتباط با کمک تکنولوژی که امروز این دوربینی که ما از این صحنه دیدیم که در جریان بازی نبود نشون داد که گل کاملا سالم بود و یه تبریک بسیار بزرگی باید به تیم داوری بگیم و کمک داور اول. حالا اگر ما داشته باشیم تصویرها رو خیلی راحت‌تر میتونیم بگیم مشکل خاصی که به هیچ وجه، یعنی واقعا خب ممکن بود یه اخطارهایی رو بده، ولی درایت این داور رو ما دیدیم، یه بازی که به هر حال خیلی با مدیریت ازش جزئی نبود، به هر حال بهترین داور آسیا است میانه، خطاهایی که میشد مثلا بگذریم خودش میگذشت و درایت میکرد. اون در یکی دو صحنه باید اخطارهایی رو میداد، مثلا کشیدن موی بچه های ما رو انجام داد شماره 10 در واقع خب. و این رو باید ما مرسی. حتما اخطار بهش میداد. متشکر. هادی عقیلی رو میبینم و جواد خیابانی رو، بریم به دوحه. تبریک عرض میکنم، پیروزی خوبه بچهای ملی پوشی کشورمون رو. من از کردم افشین قطبی خواهد اومد چون مصاحبه زیاده در جاهای دیگه دارن صحبت میکنن، از یکی دیگه از بهترین بازیکنان این بازی خواهش کردیم، هادی عقیلی، خودش با شما صحبت میکنه چون وقت خیلی کمی داریم. هادی جان از حست، از اینکه اینجا بردی و باعث افتخار تیم ایران شدی بگو. ما خیلی خوشحالیم که تونستیم تیمو شکست بدیم. من خودم به شخصه فوق‌العاده ناراحت بودم از این تیم، از بازی غرب آسیا که البته از تیمشون نه و از تماشاگرشون که اون حرکت موقع سرود ملی ما انجام دادن. خیلی خوشحالم که تونستیم شکستشون بدیم. نظر من یه بازی خیلی خیلی حساسی شده بود. تیم عراق هم تیم خیلی خوبی بود. ما فکر کنم یه شروع خیلی خوب داشتیم. کلا اوضاع تیم چجوره علی جان؟ خوبه. می‌بینید که تیم ما یه دست برخلاف خیلی از تیم‌های دیگه که اصلا بازیکن‌ها فاصله هاشون زیاده، ولی تیم ما یه دست خدا رو شکر و ایشالله بازی بعدی با کره شمالی ما میریم سعی میکنیم که اون بازی هم مثل این بازی برنده بیاریم بیرون هرچی پیش بیاریم. درود بر شما، درود بر شما شیران سرزمین پارس، موفق باشید. بریم شکر جواد خیابانی و هادی عقیلی که یه سایشی هم تو پاسرش داشت، هرچند که کار ایمان موبلی و گلم ظاهرا به نام او به ثبت رسید. ما 1,200,000 نفری که به حال 1,281,986 نفری که در مسابقه پیام کوتاه ما شرکت کردن سپاسگزاریم و به تب 20 نفری که برنده جوایز خواهند شد از بین 691,000 نفر یا حدود 66% که برد ایران رو پیش بینی کرده بودند، 20 نفر 20 تا هدیه کمک هزینه سفر زیارتی رو از بانک ملی ایران، بزرگترین بانک جهان اسلام، دریافت خواهند کرد. پیشاپیش مبارکشون باشه، فردا اسامیشون اعلام میکنم. این 10 نفر هم برنده بازی‌های اول امروز هستن: سمیه جدیدی از رشت، محمد میر عرب از پاکدشت تهران، کریم فرهنگی از تهران، مجید واحدی محمدیان از مشهد، ولی الله ولی خانی از خنداب زنجان، رسول آملی زاده از دامغان سمنان، داوود مقدم پور از آمل، آرمین عباسیان از تهران، ابراهیم درخشی از بیرجند، همایون صداقتی از اصفهان. مبارکشون باشه. شما صحبتی داشته من دیگه فرصتی نیست پس از این دیگه. من یه جمله نمیدونم، من خودم هم نمیدونم الان فرصتمون چجوریه. حالا شما بفرمایید. خدا بزرگ این دوستان
کلن یک دقیقه دیگه بفهمه بفهمه داری من به هر حال امیدوارم که تماشاگران و مخاطبین و هموطنان عزیزم پسرانمون رو باور کنن پر از لب و لب از استعداد و امید آرزو و حقیقت اینه که با این اراده میتونیم به مرحله بعد ما تو شروعهامون به تو فرهنگمون به شروعها خیلی اعتقاد داریم شروع خوب خیلی مهمه شما فقط در حد خداحافظی آقای اسدی آقای پیروزی رو تبریک میگم به همه ایرانیا و از شما هم تشکر می‌کنم. خیلی متشکرم آقای قرقوزی ببخشید تو رو خدا. خواهش می‌کنم. فقط اینکه من خیلی خوشحالم که تیممون برد اما خوشحالترم از اینکه موب علی و رضایی گل زدن چون خیلی با دعوتشون به تیم ملی مخالف بودن اما خودشون ثابت کردن واسه من جای خوشحالی بود. خیلی متشکرم ممنون فردا هم در خدمتتون هستیم بازم تبریک می‌گیم آقای فنایی ببخشید صحنه‌های داوریمون اصلاً وقت نداریم فقط تا تیتراژ هم پخش میشه برای اینکه یک هدیه هم بانک ملی برای عزیزانمون در اینجا در نظر گرفته از 1 تا 17 یا آقای فنایی یا آقای سعد هیچ فرق نمی کنه هر کدوم یک شماره بفرمایید 1 تا 17 12 پرهام زمردی پرهام زمردی مبارکتون باشه ایشون رو هم تشویق بفرمایید اینم جایزه ایست که خدمت شما آقای پرهام زمردی و شما بیننده عزیز رو به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانی به خدای بزرگ میسپاریم ایران ایرانی سرفراز و سربلند در پناه خداوند با امید دیدار مرسی.